حاشیه جزو لاینفک زندگی افراد مشهوره و از دیرباز هم وجود داشته، اما توی جامعه که سلطه فضای مجازی بر رسانه‌های رسمی پیشی میگیره، بستر مناسب برای رواج حاشیه‌ها فراهم میشه که زمینه رو برای پرداختن به حاشیه‌ها و حاشیه‌سازی از سوی افراد فراهم میکنه. یکی از حواشی که سلبریتی‌ها و بازیگران ممکنه به اون گرفتار بشن، ماجراهای زندگی شخصیشون و بالاخص درگیری‌های اعتیاد به مواد مخدره. سلبریتی یا همیشه توی تبلیغات ورزشی ظاهر میشن، همیشه از سلامتی و گیاهخواری حرف میزنن، اما بعضی از اونا در اون سو گرفتار اعتیاد و مواد مخدر میشن. ممکنه با دیدن نام بعضی از سوپر استارهایی که معرفی میکنیم متعجب بشید. در ادامه این ویدیو به این موضوع میپردازیم. قبل از ادامه اگه به ویدیوهای ما علاقه مندید، از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. نیکی کریمی بازیگر توانمند و یکی از معروف‌ترین های حال حاضر سینماست. به گفته خودش مدتی ناخواسته درگیر اعتیاد بوده. اون در این باره گفت: دختری که نقشش رو ایفا می کردم دچار پانیک اتک یا اختلال حواس بود و من تا یک ماه برای اون فیلم به خودم تلقین می کردم که دچار پانیک اتکم. نیکی کریمی ادامه داد: حتی برای اینکه نقشم رو رئالیستی تر ایفا کنم رفتم سراغ دکتر و قرص‌های مخدر می‌خوردم. انقدر عجیب و ناخواسته به این مواد مخدر اعتیاد پیدا کرده بودم که تا مدت‌ها من رو درگیر خودش کرده بود و در به در راه حلی بودم که چطوری از شر اعتیاد به این قرص‌های مخدر خلاص بشم و بتونم اون رو ترک کنم. اون زمان خیلی توی بازیگری سخت می‌گرفتم. آقای اکبر عبدی توی بخشی از صحبتاش در برنامه 40 تیکه که از شبکه نسیم پخش میشد به ماجرای اعتیادش اشاره کرد و گفت: خیلی دوست دارم خاطراتم از 18 سالگی تا امروز که بیش از 60 سالمه تعریف کنم، البته بدون سانسور. دوست دارم به بچه ها بگم 25 سال تریاک مصرف کردم و حدود 15 سال سیگار کشیدم، اما بعد از پیوند کلیه 5 سالیه که پاکم. من اکبر عبدی حدود 4.5 سال که پاکم. سعید کنگرانی، مرحوم سعید کنگرانی در انتهای مصاحبه تفصیلی خودش با رسانه‌ها بعد از انقلاب که به افشای پشت پردش توی سینمای فارسی اختصاص داشت، صادقانه به آلوده شدن خودش در اوج جوانی و شهرت اعتراف کرد. اون که به واسطه زیبایی چهره و جوانی مورد توجه شدید زنها قرار گرفته بود، در حالی که به گفته خودش تو اون زمان همیشه مراقب شخصیت و رفتار و سلامت روح و جسمش بود، به شیوه عجیبی معتاد شد. اون گفته: من زمانی با واسطه گری خانم آغداشلو با این گونه زنهای اغواگر آشنا شدم، با اینکه بسیار آدم مقیدی بودم و همینطور با هر کسی ارتباط نمی گرفتم. نامزد من هم دبیرستانی بود و بین دو خانواده برای ازدواج ما صحبت شده بود و همیشه تصویر نامزدم جلوی چشمم بود، ولی اونا با رفتارهای هرزگرانشون من رو به دام کشیدن. من نه چیزی درباره مواد مخدر میدونستم، نه توی خانواده‌ام چنین چیزی سابقه داشت. بعد از یه سال متوجه شدم به صورت بوخوری من رو معتاد کردن، یعنی مواد مخدر رو توی موهاشون میریختن و روش اسپری میزدن. من به لحاظ اعتقاداتی که داشتم به قول امروزی ها تکپر بودم و سعی میکردم برای یک زندگی مرد واقعی بار بیام و اصلا هرزگی رو نمیشناختم و اصالتاً برای اینکه مرد خانواده باشم تربیت شده بودم. یه جور شخصیت مردونهی که پدرم داشت و برادرهای دیگم هم دنبالش کرده بودن، اما متاسفانه من به خاطر این شیوه زندگی از اون عقب افتادم و وارد این دنیای خطرناک شدم. کنگرانی بخش عمده زندگی خودش رو درگیر بلای اعتیاد بود و توی سالهای پایانی عمر نسبتاً کوتاهش بالاخره از این بلا خلاص شد. مهران غفوریان، مدتی پیش بود که مهران غفوریان توی ایام محرم در یک برنامه مذهبی ساخته شده توسط صدا و سیما در کنار باجناق مداحش شرکت کرده بود و از تفکرات مذهبی که داشت صحبت میکرد و بعد از اون هم در اینستاگرامش از عشق به اهل بیت صحبت میکرد. مدتی بعد هومن گامنو، یکی از خواننده های ایرانی و دوستان مهران غفوریان، توی کامنت مهران غفوریان رو به یادآوری روزهایی که درگیر اعتیاد به مواد مخدر و الکل بود پرداخت که اون زمانها به مذهب و اسلام توهین میکرده. و
بعد از این ماجرا کاربری هم توی توییتر دست به افشاگری جنجالی میزنه تا برای همه راز طرفدار حکومت شدن غفوریان و تفکرات مذهبی شدید اون مشخص بشه. این کاربر خبری که چند سال پیش رسانه‌ها از بازیگر و کارگردان معروف ایرانی که بعد از مصرف کراک به همراه یه اسلحه کلت دستگیر شده بود رو منتشر کرد. در توضیح این خبر اومده یه هنرپیشه و کارگردان معروف تلویزیونی توی بیمارستان روانی بستری شد. مهران غفوریان که عمده شهرتش به دلیل کارگردانی و بازیگری توی سریال‌های طنز تلویزیونی به دلیل مصرف مواد مخدر به مرز جنون رسیده، به طوری که به تشخیص پزشکان توی یک مرکز نگهداری بیماران روانی بستری شده. چندی پیش هم مهران غفوریان با یک قبض اسلحه در حالی که کراک مصرف کرده بود توی شهرک غرب تهران دستگیر شده. اون در حالی که حال عادی نداشت در شهر در حال تردد بود که توسط عوامل گشت انتظامی بازداشت شد. غفوریان در حوالی شهرک غرب به همراه یک قبض اسلحه کلت کمری زمانی که در حالت غیر طبیعی بود باعث وحشت مردم شد که در پی مراجعه اهالی به ماموران گشت و اعلام این که یک فرد مسلح در کنار خیابون ایستاده توسط عوامل گشت انتظامی شناسایی و دستگیر شد. ماموران بعد از خلع سلاح این بازیگر معروف در بازرسی از اون مقداری مواد مخدر کشف کردند و اون رو برای بررسی به یکی از پاسگاه‌های پلیس امنیت منتقل کردند. در قوانین جمهوری اسلامی جرم حمل سلاح و داشتن مواد مخدر کرک و شیشه محاربه در نظر گرفته میشه و حکم اون اعدامه، ولی حکومت از مهران غفوریان استفاده مطلوب تری به نفع خودش کرده. اون حالا جرمهای سنگینی مثل مصرف مواد مخدر کرک و حمل سلاح کمری به گفته خبرگزاری ها توی پروندهش داره و حکومت به اون این اولتیماتوم رو داده که در قبال برده حکومت شدنش پروندهش معلق میشه. گوگوش، خانم گوگوش هم در دست افرادی بود که به دام اعتیاد گرفتار شده بود. البته همیشه شایعاتی در مورد اعتیاد گوگوش در بین مردم دهان به دهان می شد و سالها پیش پوران هم در مصاحبه اعلام کرده بود که باعث گرفتاری گوگوش به دام اعتیاد شده و از اون طلب حلالیت کرده بود. اما در نهایت خانم گوگوش توی مصاحبه‌ای که به تازگی داشت اعتراف کرد که در زمان حضورش توی ایران و برهه‌ای که همسرش مسعود کیمیایی بوده به تریاک اعتیاد داشته و به سختی تونسته این بلای بزرگ رو از خودش دور کنه. البته طبق گفته اطرافیان خانم گوگوش این اعتیاد فقط محدود به اون بره زمانی نبوده. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.